شما نه که نسل سوخته نباشید، بلکه نسل ساخته باشید. من خیلی در این دوره بودم. شوهرم نداره، تک و تنها در مشکلات از 100,000 مطلبی که بهش ایمان داری یه دونه عمل نمی کنی. محبت خداست، محبت با وجوده. با سلام خدمت شما نازنینان، آخرین درس از دوره ای رو که با هم شروع کردیم به اسم نسلی ساخته رو با هم امروز در میان میگذاریم. راجب نسلی من در این دوره صحبت کردم که به شاهدین عینی میدانیم که نسل فوریته، نسل امروز، نسل دیجیتاله، نسل در واقع هوشمنده، یعنی اولین نسلی است که داره میره در عصر ربات خودش رو تطبیق بده و این نسل رو ربات ها قرار کنترلش کنن و جنگ دنیا هم عرض کردم جنگ بین عقاید ایدئولوژی ها و تکنولوژی هاست. بنابراین این نسل رو به عنوان نسل بازنده، نسل سوخته، مهره سوخته معرفی کردند و به خودش هم القا کردند تا بیاد و این رو بپذیره و بگه ما نسل سوخته ایم. و من تمام تلاشم در این مدت در این مورد بود که برعکس، ما نه نسل سوخته نیستیم بلکه نسل ساخته هستیم. اجازه بدید به شما بگم دلیلم چیه؟ دلیلم اینه که روی اسب بازنده کسی شرط بندی نمی کنه. اگر توجه دولت ها به این نسله، اگر توجه تکنولوژی به این نسل هست، اگر توجه ایدئولوژی ها روی این نسله دارن روشون حساب می کنن، پس اینا اسب بازنده نیستن، نسل سوخته نیستن. این دنیا دنیای خلاصه شده است، یعنی در این عصر و داره میره خودشو تطبیق بده، از یک دورانی داره بیرون میاد و داره وارد یک دورانی میشه و اون که مال دو سه نسل قبله اونو چسبیده و میخواد عقب نگه بداره. تکنولوژی و ربات و کامپیوتر و اینترنت و اینجور چیزا هم از این ور دارن میکشوننش جلو و این وسط مونده. و جالبه هر دو طرف، هم تکنولوژی هم ایدئولوژی، هر دو نیاز دارن که این نسل خودش رو سوخته بداند تا بتونن بکشوننش، در حالی که اینطور نیست. من و شما زندگی حقیقی و حقوقی داریم، زنده ایم و باید برای خودمون تصمیم بگیریم. من در این آخرین مطلبی که میخوام به شما در میون بگذارم در مورد اینه که برادر و خواهر عزیزم، یک آقایی بود به اسم ایلی کاهن، 90 خورده سنش بود که این نماینده، حالا بگیم ایدئولوژیه، بگیم نماینده دیدگاه هاست، مذهبه، خداست، زمینه، آسمان، بگیم مال اون نسل قدیمه. و بعد یک سموئیل بچه کوچکی رو میبینیم در مقابل این آقا که اینم نماینده نسل جدیده. حالا یه نسل قدیمی یه نسل جدیدی با هم دیگه کنار هم قرار گرفتن و جالبه که میگه چشمان آقای ایلی تار شده بود، نمیتونست خوب ببینه، اما چشمان آقای سموئیل، این پسر کوچک یا پسر جوان، این نسل جوان قشنگ میدید، مثل عقاب، مثل شاهین میتونست ببینه. و از اون طرف میگه که آقای سموئیل جوان، این نسل جوان، رؤیایی دید، صدایی شنید که میگوید سموئیل، سموئیل، و نتونست تشخیص بده و بلند شد رفت پیش آقای کاهن، گفت جناب آقای کاهن، شما مرا خواندید؟ شما مرا صدا زدید؟ آقای کاهن گفت نه، برو بگی بخواب،
من شما رو صدا نزدم. دوباره صدا رو شنید، دوباره اومد آقای کاهن، آقای ایلی کاهن، شما منو خوندید؟ آقا برو بگی بخواب، من شما رو نخوندم. رفت دوباره صدا رو شنید، آقای کاهن ایستاد گفت بیست. صدا صدای خداست، خدا داره دعوتت میکنه سموئیل. و زندگی سموئیل عوض شد. نتیجه که میخوام بگیرم، نسل قدیم، نسل گذشته، نسلی است که در ارزش‌های زندگی کرده، خدا رو هم شکر برای وجودش، اما در عصر خودش، در این عصر، در عصر تکنولوژی، چشمان نسل قدیم تار شده، کمتر میتونه ببینه. خب دقت کنید، نوه بنده هنوز 2 سالش هم نشده داره با کامپیوتر کار میکنه، که چقدر هم کار اشتباهیه، ولی میکنه، اجتناب ناپذیره. برای من اشتباه، چون نسل قدیمم، اما این نسل از بچگی دارن استفاده میکنن، چیز بدی نیست. از اون طرف این نسل خیلی راحتتر میتونه با تکنولوژی کنار بیاد. دیشب اومده بودم یه چیزی رو دانلود کنم، نمیتونستم، بچه کوچولو اومد گفت بده من دانلود ده 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 تموم کرد. اونا چشمانشون به تکنولوژی از نسل ما بازتره. چشمان من، چشمان ایلی، چشمان نسل شاید گذشته تر از من، ما تار شدیم نسبت به اینها. نمیگم که ما عقب افتاده ایم، مثلا عقب افتادگی معنی نداره، در یک اصلی ما اقتدار داریم، آمین. اما نسبت به عصر تکنولوژی اجازه بدیم نسل جدید ببینن. اما یک مشکل این نسل جدید هم داره، و اون مشکل گوشاشه. گوشاش گوشهای در واقع تمرین کرده نیست، صدا رو نمیتونه خوب تشخیص بده. برای همینه که به محضی که صدا رو میشنوه فکر میکنه آقای ایلی داره صحبت میکنه، یعنی بین ایلی کاهن و صدای خدا هیچ چی رو نمیتونه تشخیص بده. و اینجاست که میخوام در نتیجه گیری بگم، تو جوان عزیز به گوشهای نسل گذشته احتیاج داری. اونها حقایقی رو تجربه کردن، درک کردن. آقای سموئیل، شما به گوشهای آقای ایلی 90 ساله احتیاج داری، و آقای ایلی 90 ساله شما به چشمان آقای سموئیل این نسل احتیاج داری. مشکل اینجور حل میشه. مشکل نسل گذشته و نسل امروز اینجور حل میشه که آقا تا الان مشکل این بوده که با چشمان نسل گذشته داریم نگاه میکنیم، با گوشهای نسل جدید داریم گوش میکنیم. این مشکل، این فاجعه است. برعکسش کنیم، با چشمان سموئیل نگاه کنیم، یعنی این نسل، این نسل جوان، و با گوشهای نسل قدیم که صداها رو شنیدن، تشخیص دادن، اشتباهات رو میدونن، تجربه کردن. خدا شما رو برکت بده. یک سوالی دارم از شما خواهرم و برادر عزیزم، در این عصر، در این موقعیت، لذت هات رو، رضامندی هات رو از کجا دریافت میکنی؟ به دیگران کاری نداشته باشی. شخص شما لذت‌ها و شیرینی‌های زندگیت رو از کجا به دست میاری؟ میگیم الهی شیرین کام باشید. نمیدونم عید میشه، میگیم عیدتون مبارک باشه، کامتون رو شیرین کنیم، ماشین میخریم، کامتون رو شیرین کنید. شما رفتی مدرکی گرفتی، دوستا میگن که شیرینیش کو، شیرینی به ما. همش دنبال شیرینی هستیم. بله درسته، چیز بدی نیست. اما سوال اینه، شیرینی های روانی و روحیت رو از کجا به دست میاری؟ بیاید یک قسمتی رو از کلام خدا برای همدیگه باز کنیم. باب 14 کتاب داوران راجب مردی که اسطوره اقتدار هست و تأیید و مسح الهی روی سرش هست، به اسم آقای شمشون نگاه میکنیم. باب 14 فصل 14 آیه 5 میگه با پدر مادر خود به تمنف رو آمد، و چون به تاکستان رسیدن، اینک یک بچه شیری، شیر نوجوانی، جوانی بهش
حمله کرد، قرید و این شیر کوچولو رو، یا بگیم این شیر جوان رو، برداشت، مثل بزغاله از سرش رو جدا کرد، انداختش. شده دیگه، همچین چیزی اتفاق افتاده. آقا شیر رو کشت، حالا هر جور که کشت، انداخت کنار جاده و راهشون رو کشیدن رفتن. و رفته با آن زنی، دقت کن، با آن زنی که سخن گفته بود و شمشون رو پسند آمده بود، رفت که او رو ببینه، با او یک صحبتی بکنه، او رو حالا باش ازدواج کنه یا هرچی. پس رفت و چون چندی بعد آقای شمشون برگشت، از کناره راه که میگذشت یک مرتبه اومد دید که لاشه شیری که کشته افتاده است. آمد که او را ببیند و اینک دید که انبوهی از زنبورای عسل اومدن توی جنازه درون این شیر مرده، آقا کندو زدن و عسل در آوردن و اون را دستش را برد توی جنازه این شیر مرده، کندوی عسل رو در آورد و کلام خدا میگه عسل را اش لاشه مرده متعفن شیر مرده در آورده و آن را به دست خود گرفته و روانه شد و در حین راه رفتن عسل را خورد و به پدر مادر خود هم داد و آنها هم خوردند و به ایشان نگفت آقا این عسل از داخل لاشه مرده شیره. بیاید نگاه کنیم به عمق این فاجعه. نسل امروز حق قانونیشه که شادی داشته باشه، نسل امروز حق قانونیشه که لذت داشته باشه، حق قانونیشه که از تمام مواهب الهی و خدادادی نهایت لذت رو ببره. چشم خدا داده، احساس داده، غریزه داده، خواسته داده، طبیعی است. اما میخوام شیرینی به دست بیارم، طبیعی است. میخوام کامم شیرین بشه، طبیعی است. آقا میخوام جنس مخالف توی زندگیم باشه، سن دیگه رسیده به 18 19 20 30، طبیعی است. اما صحبت اینه، سوال اینه، از خودت بپرس. من شما رو داوری نمی کنم که به من ربطی نداره، من یه مطلبی رو دارم با شما در میون میگذارم. شما از خودت بپرس، شما شیرینی رو از کجا تولید میکنی؟ پسر عزیز، برادر عزیزم، آره بله، شما این شب جمعه با دوستات برنامه ریختی، شما شیرینی و شادی رو از کجا به وجود میاری؟ دختر عزیزم، پای فیسبوک میشینی، چت میکنی، با این با چی کار میکنی؟ شیرینی و لذتت رو از کجا به وجود میاری؟ دوست عزیزم، جناب عالی که همسر داری، بچه داری، عیالواری، ماشاءالله، شما شیرینی رو، شما لذت رو از کجا به دست میاری؟ مادر عزیز، خواهر من، شما به عنوان مادر، شما به عنوان زن شوهردار، راضی بودن از زندگی رو چه جور به دست میاری؟ به این فکر کنیم، این خیلی مهمه. خدای من و شما شاهد تمام این دنیایی که شما میبینید داره میچرخه، کمپانیایی که میچرخه، چرخهای اقتصادی که میچرخه و تولیداتی که داره میچرخه، سر اینه که میخواد ببینه تو چطور لذت میبری، تو چه طرحی رو میپسندی، بزاق دهان تو چطوری ترشح میکنه، تو چطور به اوج میرسی. و اینجاست که تولیداتش رو قشنگ مطابق ذائقه شما، بنده و ما تولید میکنه. شما نگاه بکنید، حتی مذهب ها هم رنگ و لعابشون رو عوض کردن. یه خود آهنگا ترانه، اصلا ترانه وارد شد، ترانه میخونن، چون ذائقه های رو میدونن، ذائقه مردم رو میدونن. دقت کنید به شمشون، در
گذشته در قانونی، در شریعتی که خدا به موسی داده بود نوشته شده بود که به جنازه، به مرده دست نزن. هم از لحاظ قانونی این کار اشتباه بود چون جنازه شیر بود، و هم از لحاظ بهداشت و سلامتی از مرده، از جنازه. حالا بیاید سوال کنید چقدر طول کشیده که زنبورا اومدن توی جنازه کندو زدن که عسل هم داده؟ چند روز گذشته، چند ماه گذشته که این عسل تولید شده؟ از اون طرف نگاه کنید، اگر این عسل اینقدر تولید شده، پس چقدر این جنازه متعفن شده؟ اجازه بدید بریم برگردیم با همدیگر در این مورد به یک نتیجه برسیم. فیض خدا با شما باشد. بله، با هم دیگر صحبت می‌کردیم در مورد شمشون که شیرینی را از عسلی که در درون جنازه شیر مرده تشکیل شده بود دریافت کرد. از یک جنازه مرده، از یک لاشه مرده شیرینی رو به دست آورد. من تشویقت می‌کنم خواهر و برادر عزیزم، این که دنبال شیرینی هستی چیز مبارکی است، ولی مواظب باش از جنازه لاشه های متعفن این دنیا شیرینی را به دست نیاری. مواظب باش خواهر و برادرم، به اسم شیرینی، شکر، قند و سایر چیزها و لذت بردن و راضی بودن به راههای تلخ و کشنده و نابود کننده نیفتی. برادر عزیزم، آقای شمشون هم قانون خدا رو شکست که به جنازه مرده دست زد، و هم قانون بهداشت و درمان رو شکست و خودش در اون لحظه لذت برد و حتی مادر و پدرش رو هم گرفتار کرد. و تو نسل جوان عزیز، اگر از لاشه مرده و متعفن روابط مرده این دنیا میخوای لذت رو بگیری، تو خانوادت رو هم اسیر میکنی. و خودش کلام خدا میگه کور شد، چشمانش رو در آوردن، دستاش رو تو زنجیر کردن، بستن آقای شمشون داور، آقای شمشونی که با مسح خدا اومده که دنیای خودش رو داوری کنه، بستنش به یک آسیاب و گفتن گندم رو برای ما خورد کن. آقا میچرخید، گندم رو خورد میکرد. بعد آوردن گفتن نه، یه کار دیگه بکن، ما امشب میخواییم لذت ببریم، شما بیایید برای ما دلقک بازی بکنید. آقای داور، آقای شمشون رو بردن روی صحنه و گفتن برای ما مسخره بازی بکن، دلقک بازی بکن، برای ما اینجور کارا بکن. چرا؟ آن عمل که از آدمی سر میزند، مزد آن اندر پیش در میزند. وقتی شما قانون خدا رو میشکنی تو زندگیت، تو روابط دختر پسری، تو روابط عاطفی، تو روابط شخصیتی، تو روابط کاری، تو روابط سلامتی، از دود، از الکل، از سایر چیزها قانون رو میشکنی، اینطور میشه هم کور شد، هم اسیر شد، هم خانوادش رو اسیر کرد. دعوتت میکنم خواهر و برادرم، امروز تصمیم بگیر، میگی چطور خودم پس شیرینی رو چجور به دست بیارم؟ از راه گناه که گفتی نمیشه، از راه جنازه مرده که نمیشه، چطور؟ کتاب خروج، زمانی که قوم در میان، از دریا در میان میگذرن، اولین آبی که میرسن شوره، دومین آبی که میرسن تلخه. آبهای تلخیست و فریاد میزنن خداوندا تلخه، خداوندا تلخه، چی کار کنم؟ تلخه، نمیتونم بخورم. راست میگید، اما چطور باید شیرین کرد؟
لطفاً به جنازه مرده این دنیا رجوع نکنید، اگرچه عسله، چون عسلیست ممزود شده با تعفن و با فساد. هنوز پیدا نشده کسی که در روابط فاسد لذت برده و پشتش به عفونت بدبختی روابط احساسی و عاطفه ضرب خورده گرفتار نشده باشه. کسایی هستند شوهر دارن، بچه دارند، هنوز اسیر اون روابط لجام گسیخته قبل از ازدواجشونن. کسایی هستن زن دارن، بچه دارن، هنوز گرفتارن، هنوز در شرم و روح شرمساری هستن. چطور شیرین کنیم؟ مردم به موسی گفتن، موسی دعا کرد، به خدا گفت، خدا گفت درختی را نشان داد و گفت بیاندازید توی آب و شیرین شد. درخت چی هست؟ چطور میشه من وارد شیرینی بشم؟ من نمیدونم چه درختی بوده. آیا نیشکر بوده خدا بهشون نشون داده؟ نیشکر رو برداشتن انداختن آب شیرین شده؟ من نمیدونم. اما کلمه شفا میگه، میگه خداش تلخی های اونها رو شفا داد. امروز برادرم و خواهرم نترس، عمرت رو از دست نمیدی، جوانیت رو تلف نخواهد کرد، خدا درختی به تو نشان خواهد داد، خدا پیشنهادی برات داره، خدا راهی برات باز میکنه که تمام این تلخیهات به شیرینی تبدیل بشود، تمام این تلخکامیهات به شیرینکامی تبدیل بشود. چرا؟ چون کلام او مثل شانه عسل است. آمین. کلام خدا مثل شانه عسل است. چرا؟ چرا عسل رو از کلامش، از ارادش، از منبع سالمش نگیریم؟ چرا از لاشه مرده تلویزیون و برنامه و اینترنت و روابط بگیریم؟ روابط لجام گسیخته؟ چند ماه طول میکشه که یک زنبور بیاد عسل بسازه توی یک لاشه مرده؟ و در اون مدت این لاشه چقدر لحظه به لحظه متعفن میشه، مطمئنن کرم زده، مطمئنن چرکین شده، مطمئنن عفونیه. خواهرم، برادرم، لذتهای لجام گسیخته این دنیا، برادرم، این اعتیاد، برادرم، این مشروبات الکلی، این قرصها، این چیزها، لذتهای آغشته و آلوده به ویروسهای چرک و عفونت لاشه مرده شیریست که خودت کشتی، که خدا برای تو از سر راد برداشته. امروز دعوتت میکنم این درخت رو ببین، این درخت رو ببین. عیسی مسیح در باب 15 انجیل یوحنا فرمود من اون درخت هستم، من اون درخت هستم، درخت انگور هستم. خودش رو تشبیه میکنه به درخت انگور و میگه اگر در من بمانید میوه میارید. وقتی که میوه میاره ترشه، اما وقتی در این درخت میماند، هللویا، اگر صبر کنی زقوره حلوا سازم اینجاست. اگر در حضور خدا صبر کنی، اگر اجازه بدی خدا زندگیت رو مبارک بکنه، اگر اجازه بدی اون تششعات حضور خدا وجودت رو لبریز کنه، خواهی دید پر از برکت خواهی شد و همون قوره ترش، همون روابط ترش، همون زناشویی تلخ، همون روابط تلخ، همون خاطرات تلخ از قوره به انگور تبدیل میشه، ادامه پیدا کنه، به پیری برسی، به سالمندی برسی، به کشمش تبدیل میشه. پس بنابراین خواهرم، برادرم، دعوتت میکنم، یک بار دیگه ازت سوال میکنم، نسل جوان عزیز ایرانی، لذت ها رو از کجا میگیری؟ شیرینی ها رو از کجا به وجود میاری؟ کلام خدا برای تو امروز درسی دارد که تاک حقیقی
آن درخت شیرین کننده ترشی ها و تلخی ها امروز در کنار توست. اگر در او زندگی بکنی، اگر او را وارد زندگیت کنی، مبارک میشی. چنان که باب 15 کتاب خروج قوم خدا رو خدا درختی نشان داد انداختن و شیری شما، میخوام اینو بخونم و شما رو به خدا بسپارم. موسی قوم را از دریا کوچانید، به صحرای شور آمدند و در آنجا به ماره رسیدن. ماره یعنی تلخ، و آب ماره اینقدر تلخ بود که نتوانستند بنوشن و آن را تلخ نامیدن، ماره نامیدن. و قوم شکایت کردن به موسی چه بنوشیم، همه چیز تلخه. موسی نزد خدا دعا کرد، خدا درختی نشان داد، آن را به آب انداخت، آب شیرین گردید. و در آنجا خدا فرمود اگر فرایض مرا نگه داری، اگه چارچوبه ها رو نگه داری، اگر اخلاقیات آسمان رو، نه که قبیله ای رو، نه که دیدگاه های انسانی رو نگه بداری، آن وقت من تو را شفا خواهم داد، من یهوه شفادهنده تو خواهم بود. چهار تا کلید رو در خاتمه با هم دیگه در میان میگذاریم. چهار تا مطلب مهمی که برادر و خواهرم دعوتت میکنم یادداشت کن، دنبالش برو. این چهار تا مطلب رو اگر دنبالش رفتی و به دست آوردی و نقصت رو در این چهار قفل زندگیت شما حل کردی، مطمئنن که نه نسل سوخته نیستی، بلکه نسل ساخته خواهی بود. هوشع باب 4 آیه 6 میگه از عدم معرفت قوم من هلاک میشن. معرفت پیدا کن. معرفت یعنی شناخت. اطلاعات تو ببر بالا. کتاب، بله، سایر چیزها. شناخت خدا، در حضور خدا بایست و همینطور مطالعه کن. دوم، عدم تدبیر، فکر نکردن. امثال سلیمان 11:14 میگه جایی که تدبیر نیست مردم میافتن. تدبیر یعنی فکر. یعنی یک اتاق فکر محاسبه‌ای برای هفتت، برای ماهت، برای سالت داشته باش. اول معرفت و شناخت رو وارد کن، دوم تدبیر رو، سوم مشورت الهی رو. امثال سلیمان 15:22 میگه از عدم مشورت خواهی افتاد، و چهارم عدم رؤیا، رؤیا پیدا کن. کلام خدا میگه جایی که رؤیا نیست قوم گردن کش میشن. امثال سلیمان 29:17. رؤیا پیدا کن، مشورت سالم پیدا کن، تدبیر و فکر برنامه ریزی شده پیدا کن، و همینطور شناخت پیدا کن راجب زندگیت. شما رو به خدای شفادهنده، به خدای شیرین کننده تلخی ها میسپارم. شما در ذات، در درونت دارای این اقتدار هستی و خدا آماده است که باهات معامله جدیدی بکند. دنیا میخواد روی تو حساب کنه برای خواسته های خودش، خدا از ازل روی من و تو حساب کرده. دعا میکنم دست خداوند با تو باشد، با خانوادت باشد، نسل ساخته شده باشی. از امروز به خودت بگو من نسل ساخته هستم. فیض عیسی مسیح، مشارکت روح القدس، فیض خدا، محبت الهی خدا با شما باشد و بماند از حال و تا ابدالآباد. الهی همیشه بدرخشی در همه صحنه ها، با سر بلند، با افتخار، با عزت، به نام عیسی مسیح. آمین. خدا شما رو برکت.